آموزش تعمیر محافظهای برق لوازم خونگی یا همون محافظ لوازم خونگی در مقابل جریان یا ولتاژ ناگهانی، که توی این ویدیو میخوام توضیحی براتون بذارم که روش تعمیر این محافظها رو که در صورتی که این چراغ سبز شد و محافظ خروجی نداشت، یا این چراغ چشمک زن شد چراغ قرمز و خروجی نداشتیم، و تمام عیب هایی که براش پیش میاد دونه دونه براتون چک میکنم و این عیب یابی کامل رو براتون میذارم که بعد از دیدن این ویدیو به صورت کامل بتونید با تمام عیب های محافظ های لوازم خونگی آشنا بشید و بتونید تعمیرش کنید. اول از همه میخوام در مورد شناخت محافظ های لوازم خونگی یه صحبتی بکنیم که شناخت کافی نسبت به این محافظ ها پیدا بکنیم. محافظ ها بر اساس آمپرشون مشخص میشه که محافظ ها چه کاربردی دارن، که آمپر محافظ ها بر اساس این رله مشخص میشه، یعنی این رله که روش نوشته 7 آمپر 220 ولت با یه رله 7 آمپره که کاربرد این محافظ فقط برای لوازم خونگی که ماکسیموم جریانشون به 7 آمپر میرسه و با ولتاژ 220 تا 240 ولت کار میکنن. رله هر محافظ تعیین میکنه که این محافظ برای کدوم یک از لوازم خونگی و در چه سطح آمپری قابل استفاده است. خب حالا ما این محافظ رو باز کردیم، 7 آمپر بود که روی خود محافظ هم چیزی نوشته نبود، پس با باز کردن محافظ میتونیم بفهمیم که محافظ برای چه مصارفی هست. حالا این محافظ رو من باز میکنم، میبینید این محافظ رو، این محافظ یه محافظ یه رله 30 آمپر روی محافظ بسته است، یعنی این رله 30 آمپر که معروف به رله کولری هم بهشون گفته میشه تا 30 آمپر ماکسیموم جریانیه که میتونه این محافظ تحمل کنه و عمل قطع و وصلش رو انجام بده. پس محافظ ها اکثرا شبیه هم هستن، یعنی ساختار کلی محافظ همشون، تمام این محافظ ها، حتی این محافظ و این محافظ، تمام این بورد ها همشون شبیه هم هستن، فقط با تغییر رله قدرت محافظ تغییر پیدا میکنه و با تغییر قدرت نوع مصرف محافظ هم عوض میشه. حالا میریم تعمیرش کنیم، ببینیم که اگه این محافظ خراب شد چه اتفاقایی برای محافظ میفته و چه جوری بتونیم محافظی که ایراددار شده رو تعمیر کنیم. با همین قضیه رو بررسی میکنیم. مشکلات این دستگاه ها یا محافظ ها حالت های مختلفی پیش میاد که به صورت کامل آموزش تعمیرش رو توضیح میدم. اولین اتفاقی که برای این دستگاه میفته اینه که دستگاه اصلا روشن نمیشه. وقتی که هیچ کدوم از این چراغای دستگاه روشن نشه، شما باید به چیزی که توجه کنید اینه که کلید دستگاه و فیوز دستگاه رو چک کنید که کلید و فیوز دستگاه کاملا سالم باشه. دومین چیز خازنای سرامیکی 400 ولتیه که در اینجا قرار داره. این خازنای سرامیکی حتما باید چک بشه و در صورتی که ای بی دارن تعویض بشه. و گزینه بعدی چک کردن دیودهای زنر هست. شما باید دیودهای زنر روی برد رو حتما چک کنید و در صورت خرابی تعویض کنید. بعد از چک کردن این قطعات مطمئنا دستگاهتون روشن میشه. یکی دیگه از عیب هایی که برای این دستگاه پیش میاد اینه که چراغ قرمز روشن میشه و رله عمل نمیکنه. وقتی رله عمل نمیکنه، شما باید اولین چیزی که باید توجه داشته باشین روش چک کردن رله است. شما باید این رله رو چک کنید که مطمئن شید این رله سالم. گزینه بعدی که باید چک بشه ICLM324 که باید حتما این IC چک بشه و در صورت خرابی تعویض بشه. در صورتی که همه این قطعات سالم بودن و مشکلی نداشتن، شما باید LED سبز رنگ رو بررسی کنید. گاهن این LED ها اتصال کوتاه میشه و دستگاه روشن نمیشه، پس LED سبز رنگ هم جزئی از اون قطعاتی که باید بررسی کنید. یکی دیگه از مشکلات رایج این دستگاه ها اینه که رله عمل میکنه، وصل میکنه، خروجی داری، و به محض اینکه محافظ زیر بار میره چراغ قرمز روشن میشه و محافظ قطع میکنه. وقتی که شما این خازن سرامیکی رو چک کردین، این خازن رو چک کردین و مطمئن شدین که خازن سالم، قطعات دیگه هم با مولتی متر چک شده و از سلامت اونها هم مطمئن شدید، این مورد فقط به خاطر خرابیه خازن سرامیکی و رله به وجود میاد. مخصوصا این خازن سرامیکی، چون زمانی که فقط زیر بار مصرف کننده میره میشه از سالم بودن این خازن مطمئن شد. در غیر این صورت ICLM324 تون مشکل دار شده و باید تعویض بشه. اگر این خازن سرامیکی خراب بشه، یا دستگاه به طور کلی عمل نمیکنه، یا اینکه قدرت جذب رله میاد پایین و رله به خوبی جذب نمیکنه.
اگر LED اندیکاتور خراب بشه، دستگاه به طور کلی لود نمیکنه و هنگ میمونه و میتونید بفهمید که به راحتی این LED اندیکاتور مشکل داره. پس LED اندیکاتور در صورتی که خراب بشه، دستگاه به خوبی لود نمیکنه و کلن هنگ باقی میمونه. اگر رله خراب باشه، دستگاه به صورت کامل کار میکنه و هیچ مشکلی نداره، اما خروجی نداری. پس در صورتی که دستگاه به صورت کامل کار کرد ولی بازم خروجی نداشتی، اشکال از این رله میتونه باشه. به راحتی با تعویض این رله مشکلتون رو برطرف کنید. اگر این IC خراب باشه، دستگاه یا کلن روشن نمیشه، یا تک چراغ و یا دو چراغ با هم روشن باقی میمونه. پس این LM324 وقتی خراب باشه به صورت کامل، یا دو تا از LED ها یا یکی از LED ها روشن باقی میموند که مشخص میکنه IC LM324 خراب شده. ترانزیستور اگر خراب بشه، رله عمل نمیکنه، ولتاژ خروجی نداریم، سیستم تک چراغ یا بدون خروجی میمونه، یعنی تک چراغ میشه و بدون خروجی میمونه. پس علت خرابی میتونه از ترانزیستور باشه، در صورتی که همچین اتفاقی برای دستگاهتون پیش اومد. اگر زنر خراب بشه، ولتاژ بالا میره و ولتاژ وقتی بالا بره، خازن های 25-35 ولتی روی بورد باد میکنه و دستگاه عمل نمیکنه. در صورتی که خازن های اطراف IC LM324 خراب بشن، مدار تغییر تایم میده یا اصلا عمل نمیکنه، یعنی توی تایم لود باقی میمونه. به طور کلی تمام عیب ها شامل این موارد میشن که با علت بهتون میگم. بیشتر خازن های سرامیکی و LED اندیکاتور خراب میشه. بیشتر خازن سرامیکی و LED اندیکاتور توی این قسمت، این خازن سرامیکی و این LED اندیکاتوره. این LED اندیکاتور خازن سرامیکی یا هم خازن امکاتی این دستگاه، روی این بورد هم خازن سرامیکی و LED اندیکاتور هم اینجا مشخص شد. شما باید اینها رو برای خودتون آماده داشته باشید، در صورت خرابی به راحتی بتونید تعویض کنید و مشکل دستگاهتون رو سریعتر حل کنید. IC ها و بقیه قطعات به ندرت خراب میشن، خیلی کم پیش میاد که IC های LM324 یا این دیود های زنر خراب بشن، ولی خرابی دارن، خازن ها خرابی دارن، ولی بیشترین خرابی توی خازن سرامیکی و LED اندیکاتور هستش که با تعویض اینها بیشتر مشکلاتتون حل میشه. خب حالا یه نکته جالب تر بهتون بگم. اگر خازن خراب بشه که یا مدار عمل نمیکنه یا قدرت جذب رله میاد پایین. خب سعی شده که بیشتر این اتفاقا و مشکلات رو بهتون بگم. کنید اگر مشکلی براتون به وجود اومد بتونید به سادگی حل کنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و بتونید ازش استفاده کنید. در صورتی که مفید بوده، لایک و کامنت فراموشتون نشه.